برادران و خواهران عزیز در خداوند ما عیسی مسیح، امروز پنجشنبه 14 اکتبر 2021 میلادی است، از لس آنجلس با شما صحبت میکنم و عنوان سخنم راه‌ها و روش‌هایت را عوض کن. چند روز پیش از مسافرت 2 هفته‌ای به 3 کشور برگشتم با شادی، اگرچه خیلی خسته ولی شاد از کار خداوند. در این مسافرت کارهای بزرگی انجام شد که تمام این درها را خداوند باز کرد و این نتیجه فیض و لطف خدا بود. وقتی درهایی که کاملا بسته است باز میشه، این نشان میده که خداوند در کار است. باشد که همه ما طوری زندگی کنیم که وقتی به درهای بسته نزدیک میشیم، درهای بسته خود به خود اتوماتیک باز بشه، که نشان دهنده فیض و لطف خداوند هست. خیلی ها در زندگی زناشویشون با همسرشون بگو مگو و اختلاف نظر دارن. این رو از کجا میدونم؟ چون در سالهای خدمتی صدها نفر، شاید بیشتر، به من مراجعه کردن و در جلسات، در صحبتهای خصوصی، و گفتن برای ما دعا کنید، برای اینکه ما اختلاف نظر داریم، بگو مگو داریم، و این چیز عجیبی نیست. ولی چرا باید اینقدر خانواده های مسیحی هم دستاندازهای روابط داشته باشن؟ برای اینه که زوجهای مسیحی اغلب اشتباه دعا میکنن خداوند و همسرم را، زنم را، شوهرم را عوض کن. این دعا دعای درستی نیست. دعای درست اینه که دعا بکنن خودشون عوض بشن. وقتی که دعا میکنن که همسرشون عوض بشه، مثل اینکه به خدا میگن مشکل با همسرمه. از کجا میدونین مشکل با خودتونه؟ خودتون باید عوض بشید. حتی اگر همه میگن مشکل زن یا شوهرتونه، شما دعا کنید که همسرتون عوض نشه، خودتون عوض بشید. چون وقتی عوض شدید، خیلی اوقات میبینید که چطور همسرتون داره عوض میشه. چون وقتی که شما دعای درست میکنید، خداوند دعای شما را نه فقط برای خودتون بلکه برای همسرتون جواب میده. چقدر ایمانداران هستن که دعا میکنن خداوند منو برکت بده. همه جای دنیا ایمانداران میگن خداوند ما رو برکت بده. از خداوند برکت خواستن چیز اشتباهی نیست، ولی گاهی مدت ها این دعا رو میکنن و مثل اینکه این دعا جواب نداره و هی دعا میکنن و دعا میکنن، مثل اینکه هیچ وقت جواب نمیاد. چرا؟ برای اینکه اینها برای پیشبرد ملکوت خدا، پیشبرد ملکوت خداوند ما عیسی مسیح، هیچ کاری انجام نمیدن. سوال اینه چرا خداوند باید ما رو برکت بده وقتی که هیچ کاری برای او انجام نمیدهیم؟ گاهی روش‌های ما درست نیست. ما صحبت‌های ما اشتباه است. مثلا وقتی می‌خوایم یه نفر بگیم که بشینه، ما همه می‌دونیم می‌تونیم به طرف مقابل بگیم بفرما، بنشین، یا ببخشید بهش بگیم بتمر. آیا یک ایماندار مسیحی و مثلا خادم خدا می‌تونه به نفر بگه بتمر؟ هرگز. اگر کسی با دیگران به صورت توهین‌آمیز صحبت میکنه، نه فقط به اونها بلکه به خدا توهین میکنه. اگه یه نفرم برمیگرده بهش میگیم این کاری که میکنه اشتباس و میگه من اینم، وقتی یه نفر میگه من اینم، ایماندار یا خادم خدا میگه من اینم، یعنی نمیخوام عوض بشه. چون اگر از صمیم دل بخواهیم قبول کنیم چیزی در زندگی ما درست نیست و بعد عوض بشه، عوض خواهیم شد. ولی اگه از صمیم دل نخواهیم، هرگز عوض نخواهیم شد. ممکنه ما با حرفایمون به کسی توهین نکنیم، با نگاه‌هایمون به دیگران توهین بکنیم. ممکن است نگاه و حرف ما به کسی توهین نکنه، ولی افکار ما نسبت به اونها، افکار ما که هیچ کس نمی‌بینه جز خدا، نسبت به اونها توهین‌آمیز باشه. ممکنه بدون اینکه دیگران در جریان باشن، در ما حسد، غرور، نفرت، زرنگی و خودخواهی باشه. البته افکار اشتباه در نهایت ما را به کارهای اشتباه خواهد کشاند. ببینیم کلام خدا که بسیار زیباست در مورد مسائل مختلف، میبخشید، به ما چی میگه؟ در رساله رومیان باب 12 پولس رسول، بزرگترین رسول مسیح، به ما میگه که چطور باید
من که قربانی گوسفند و گاو به حضور خدا بیاریم، خودمون در حضور خدا باید قربانی کنیم، قربانی های زنده. پس ای برادران، خواهرانم در همین برادران هستش، پس ای برادران، در پرتو رحمت های خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید، که عبادت معقول شما همین است. و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود، ما هر روز باید ذهن ما تازه بشه، و اون چیزی که ذهن ما را تازه میکنه در وهله اول کلام زنده خداست، مطالعه و تعمق در آن. پس بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید، یعنی کاملا عوض شید، آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو، پسندیده و کامل او. زیرا به واسطه فیضی که به من عطا شده است، هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپندارید. یعنی اگه مواظب نباشیم میرسیم به خودشیفتگی، فکر میکنیم چیزی هستیم که نیستیم. مهم این نیست که ما در مورد خودمون یا دیگران در مورد ما چی میگن، مهم اینه خدا ما را کی میدونه. اگه ما خودمون رو فروتن میدونیم، دیگران ما را فروتن میدونن، ولی خدا ما را مغرور میبینه، ما مغرور هستیم. زیرا به واسطه فیضی که به من عطا شده است، هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپندارید، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده است واقع بینانه درباره خود قضاوت کنید. پس ما بایستی فکرهای تازه داشته باشیم و درست در مورد اینا فکر کنیم. اگر دیگران به من و تو بدی میکنند، اگر ما هم به اونها بدی کنیم، اگر اونها به ما توهین میکنند ما به اونها توهین کنیم، بعد از اون میتونیم منتظر برکت خداوند باشیم؟ هرگز. گاهی از بعضی از ایمانداران و بعضی حتی از خادمی میشنوم که میگن جواب دندان شکنی به فلانی دادم، رویش را کم کردم. این روش درست مسیحی نیست. ما نباید مغلوب بدی بشیم، بلکه باید بدی را با نیکویی مغلوب سازیم. این را در رومیان باب 12 آیه 21 میبینیم. من به عنوان خادم خدا که در خادمین بسیاری در کشور مختلف نقش پدر روحانی دارم، اغلب میشنوم در مورد اختلاف نظرها و ناراحتی‌ها حتی بین خادمین. ببینید پولس رسول، بزرگترین رسول عیسی مسیح، در این مورد چه میگوید. اول قرنتیان باب ششم 11 آیه اول را برای شما مطالعه میکنم. مرافعه در میان مؤمنان. هرگاه کسی از شما شکایتی علیه دیگری دارد، چگونه جرأت میکند؟ آن را نه نزد مقدسین بلکه به محکمه گناهکاران برد. آیا نمیدانید که مقدسین دنیا را داوری خواهند کرد؟ پس شما که قرار است دنیا را داوری کنید، چگونه قادر به قضاوت درباره مسائل بس کوچکتر نیستید؟ آیا نمیدانید که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ چرا سر به قضاوت درباره مسائل این زندگی؟ پس چرا به هنگام بروز این گونه اختلافات میان خود کسانی را به دادرسی میگمارید که در کلیسا کسی به حساب نمی آید؟ این را میگویم تا شما را شرمنده سازم. آیا در میان شما شخصی حکیم نیست که بتواند به اختلافهای برادران رسیدگی کند؟ در عوض برادر علیه برادر به محکمه می رود، آن هم نزد بی ایمانان. اصلا وجود چنین مرافعهایی میان شما خود شکستی برای شماست. چرا ترجیح نمی دهید مظلوم واقع شوید؟ خیلی مهمه. چرا ترجیح نمی دهید مظلوم واقع شوید؟ چرا حاضر نیستید زیان ببینید؟ برعکس خود ظلم می کنید و به دیگری زیان می رسانید، آن هم به برادران خود. آیا نمی دانید که ظالمان وارث پادشاه خدا نخواهند شد؟ فریب نخورید. بی افتتان، بت‌پرستان، زناکاران، لواطگران، چه فاعل و چه مفعول، دزدان، طمع‌کاران، میگساران، ناسزاگویان و شیادان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد. بعضی از شما در گذشته چنین بودید، اما در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمرده شده اید. عزیزان، به کسی نباید ظلم بکنید. با دندان کسی رو نباید بشکنید. ما بایستی با مردم با مدارا رفتار بکنید. برای آبروی خودتون اگه بجنگید با دیگران شکست خواهید خورد. بذارید خدا جنگ‌های شما را بکنه.
از دیگران دفاع کنید، از خودتون دفاع نکنید، بذارید خدا از شما دفاع بکنه. و در نهایت وقتی میخواید بچه هاتون رو تصحیح بکنید، کاش من این درس رو سالا پیش یاد گرفته بودم. ما وقتی که بچه منو میخواییم تنبیه بکنیم، تصحیح بکنیم، پند و اندرز بهش بدهیم، اکثرا صدامون رو بالا میبریم. من یادم به بچه های من، مثلا دختر کوچک من، وقتی که صدامو بالا میبردم، به جای اینکه حرفای منو بشنوه به من میگفت بابا چرا سر من داد میکشی؟ و من فهمیدم که وقتی صدامو بلند میکنم او حرفای منو نمیشنوه، داد کشیدن من یادش میاد و هیچ اثر مثبت نمیذاره، اثر منفی. وقتی میخواید فرزندتون رو یا دیگری رو، یه چیز رو درست کنید در زندگیش، نصیحت بکنید، پند بدید یا تصحیح بکنید، صداتون رو آرامتر بکنید. هر چقدر صدای شما آرامتر بشه، قدرت صحبتهای شما بالاتر و بالاتر میره. و در نهایت با بعضی وقت باید روشامون رو عوض کنیم در بشارت دادنمون. در بشارت دادن انفرادی هدف 100% به طرف مقابل نشون دادن که اشتباه میکنه و ما درست تصمیم نیست. توهین به مذهبی که داره نیست، توهین به ایدئولوژیش نیست. ما میخواییم محبت خداوند ما عیسی مسیح رو بهش منتقل بکنیم. پس با احترام باهاش صحبت کنیم، با محبت باهاش صحبت کنیم، با فروتنی باهاش صحبت کنیم، چون هدف ما این است که او را با محبت مسیح آشنا بکنیم. اگه بهش بگیم اگه توبه نکنی به جهنم میری، بعضیا در قلبشون میگن، بعضیا هم بلند میتونن بگن اگه تو به بهش میری من میخوام برم جهنم، چون طرز بشارت دادن ما کاملا ضد مسیحیه. ما بایستی با مدارا، با احترام، با فروتنی و با محبت با مردم صحبت کنیم. بایستی مواظب باشیم که دوستی های اشتباه نداشته باشیم و برخورد های اشتباه نداشته باشیم. دعای من برادر و خواهرم اینه که من و شما روش هامون رو عوض بکنیم، روش های ما بشه روش های خداوند ما عیسی مسیح، روش های خداپسندانه و مسیحمونه، تا برکت خداوند در زندگی ما دیده بشه. در نام عیسی مسیح شما را و فرزندانتون و عزیزتون رو برکت میدم و دعا میکنم همیشه برای مسیح بدرخشید.